درود و مهر بیکران بر شما. میخواییم این مولتی‌متر قلمی از برند ریلایف مدل DT01 رو با هم بررسی کنیم. اول ببینیم چه چیزهایی همراه دستگاه هست و بعدا خود دستگاه رو بررسی میکنیم. یک دفترچه که توصیه میکنم حتما دفترچه رو مطالعه بفرمایید اگر دستگاه رو تهیه کردید. یه پراپ رنگ مشکی، یه گیره سوسماری به جای پراپ میشه استفاده کرد و اینم خود دستگاه. خب این شکل ظاهری دستگاه است. در اینجا پراپ منفی متصل میشه. پراپ اصلی در اینجاست. از نوع سوزنی هست. در اینجا صفحه نمایشه. 3 تا دکمه داره. یه سری توضیحات در اینجا نوشته در مورد خازنها، دما، هرتز و حالت دیود که میگه تا 3 ولت. در این برم ولتاژ رو نوشته. تست بوق رو نوشته تا 50 و مقاومت از 1 تا 60 مگاهرتز. ولتاژ AC از 8 تا 700 ولت. ولی ولتاژ DC تا 1000 ولت. اینا در حالت آتو هستن. در اینجا باتری قلمی قرار میگیره. چیز دیگه ای نیست. یه پراپ همراه دستگاه بود. سانشاین اسم شرکت هست. همین شرکت تولید کننده مولتی متر که برند ریلایف رو میزنه. کاتتری تا 1000 ولت 20 آمپر. پراپ بدی نیست. این به عنوان اتصال پراپ مشکی و اینم نوک پراپ. جایی که نیاز ما اتصال دائم داشته باشیم. خب چجوری دستگاه رو روشن کنیم؟ دکمه قرمز رنگ رو فشار میدم و نگه میدارم. دستگاه روشن شد. در حالت آتو هستش. اگه بخواید در حالت آتو کار کنید امکان خطا وجود داره، ولی میتونه ولتاژ DC، AC، مقاومت و غیره رو اندازه بگیره. ولی من خودم ترجیح میدم که در حالت دستی باهاش کار کنم. خب چطور باید این کار انجام بدیم؟ روی این دکمه قرمز یک بار میزنم. رفت رو حالت DC. یه بار دیگه میزنم. رفت رو حالت AC. رفت رو حالت خازن. نوشت نانو فاراد. در اینجا تست بوق و دیود. در اینجا تمپریچر یا دما رو میده. 19 درجه. یه بار دیگه میزنم. رفت رو حالت فارنهایت. یک بار دیگه میزنم. حالا داره فرکانس رو اندازه گیری میکنه. در محیط پیرامون ما برق شهری فرکانس 50 داره. به خاطر همین در حالت عادی عدد 50 رو نشون میده. یه بار دیگه فشار میدم. برگشت رو حالت آتو. اینا رو به ترتیب براتون تست میکنم. در اینجا یه دکمه نوشته NLP. فشار میدم و نگه میدارم. LED جلو روشن میشه. برای روشنایی. نمادش هم دیده میشه. حالا یه بار دیگه فشار میدم. خاموش میشه. ولی اگر یک فشار کوتاه بدم، دو حرف EF رو به من نشون میده. میدان الکتریکی. از همینجا شروع میکنیم. من در اینجا یک شارژر موبایل دارم. حالت EF. هر چقدر قوی تر باشه رنگ چراغ قرمز میشه و تعداد خطها بیشتر. این سیم شارژره و اینم سیم برق. همون حالت NCV هست، ولتاژ بدون تماس. حالا یک بار دیگه رو این میزنم. نوشت لایو. این سیم برقه. الان ما میتونیم سیم فاز رو پیدا کنیم. همون فاز مترهایی که قبلا داشتیم. پیشگوشتی فاز متر. دقت بفرمایید. این فازه و اینم نول. در اینجا نگاه کنید.
نوشت OL وقتی فاز رو پیدا میکنه. یه گزینه جالب دیگه هم این داره. اگر من روی این بزنم نوشت PA برمیگردم عقب. حالا اون PA چی بود؟ میخواستم حرکت نکنه تا به شما بگم. ما میتونیم توالی فازها رو اندازه گیری کنیم. A, B, C. به چه حالت؟ من اینجا برق سه فاز روی میزم ندارم. سعی میکنم با شارژر موبایل بهتون نشون بدم. اگر روی این بزنم حالت لایف نوشت PA. یه بوق زد. باید برم بخش دوم یا B. باید رو برق شهر باشه. نوشت B. حالا سومین فاز. این آزمون خطاست. من دارم بهتون نشون میدم فقط چجوری کار میکنه. اینم سی. ترتیب فازها رو پیدا کرد که غلطه. دلیلش اینه که ما باید این پراب رو مستقیما به فاز متصل کنیم. من فقط اینجا براتون ترتیب کار رو نشون دادم. نوشت لفت. نماد چپگرد رو به ما داد. این برای ترتیب توالی فازه. یعنی A, B, C شما میتونید سه تا فاز رو ترتیب توالیش رو پیدا کنید به شرطی که سر پراپ رو مستقیماً به فازها بزنید. یک بار دیگه حالت لایف PA. اولی صدای بوق میده، دومی صدای بوق داد، سعی میکنم سومی رو پیدا کنم. اینم سوم که الان حالت راست رو نشون داد که این تست کاملا غلطه چون من هیچ اتصالی به فاز انجام ندادم. خب یک بار دیگه رو این دکمه میزنم، برمیگرده رو میدان الکتریکی. خب بس کار کرده، این دکمه رو هم یاد گرفتیم. رو این دکمه میزنم حالت آتو. هر اندازه‌گیری که انجام بدید به کمک دکمه هولد میتونید اونو نگه دارید، یعنی روی صفحه نمایش ثابت میشه. حالا بریم سراغ این دکمه. یه دوروش میزنم. نوشت DC. ولی اول برگردیم حالت آتو رو امتحان کنیم. در حالت آتو ببینیم چه کاری انجام میده. میزنمش به فاز. ولتاژ درستی رو نشون نمیده. چون من پراب دوم رو باید اینجا متصل کنم. پراب رو متصل میکنم. حالا میتونیم اندازه‌گیری رو انجام بدیم. ۲۲۹ ولت رو داره نشون میده. پس این ولتاژ AC در حالت آتو. حالا منبع تغذیه رو متصل میکنم. منبع تغذیه رو روشن کردم. ۲.۹۸. ۳ ولت رو منبع تغذیه من نشون میده. حالا ولتاژ رو افزایش میدم. به سرعت تغییر میکنه. حالا در حالت آتو میخوام این دیودها رو تست بگیرم. در اینجا چیزی نشون نمیده. جهت دیود رو تغییر میدم. یعنی میخوام آنود کاتود جاش رو عوض کنم تا بتونم انتخاب کنم. دقت بفرمایید، چیزی داره به من نشون نمیده. حالا میریم رو تست های دستی. یک مقاومت هم امتحان کنیم. مقاومت رو نشون داد 100 اوم. بس در حالت آتو مقاومت رو نشون میده. یک خازن هم تست بگیریم. بازم چیزی نشون نمیده. خب در اینجا رو این دکمه میزنم. ولتاژ دی سی رو که بهتون نشون دادم. یه بار دیگه رو این میزنم. این ولتاژ ای سی هست. یه بار دیگه میزنم. نوشت خازن. تست کنیم. خازن ها باید تخلیه شده باشن. نوشت 100 نانو. سرعتش هم خوب بود. دومی نوشت 10 نانو. به سرعت نشون میده. این خازن 1.040 میکرو. سرعت خوبی تو خازن داره. یه بار دیگه رو این دکمه میزنم. حالت دیود و تست بوق.
کمی سرعت تست بوغش کمه. حالا بریم سراغ دیود. خب جای آنود و کاتود رو تغییر میدم. 624 میلی ولت. سرعت خوبی داره. یه بار دیگه رو این دکمه میزنم. این درجه حرارت 21 درجه. به صورت فارنهایت. حالا برمیگردیم تو حالت هرتز. اینو میخوام با فانکشن جنراتور تست بگیرم. فانکشن جنراتور رو به نوک مولتی متر میزنم. گیری سیاه به پراپ مشکی. 130 هرتز. رو فانکشن جنراتور منم دقیقاً داره همین عدد رو نشون میده. حالا برای اینکه ببینیم سرعت اندازه‌گیریش چقدره، من میام حالت سویپ رو فانکشن جنراتور فعال میکنم. یعنی از فانکشن جنراتور میخوام در طی یک زمانی تغییرات فرکانس رو به صورت خودکار ایجاد کنه. دقت بفرمایید. از فرکانس کم به زیاد. تقریبا سرعت خوبی داره. از 160 شروع میکنه تا 430. خب یک بار دیگه رو این دکمه میزنم. برگشت رو حالت آتو. تو همین حالت فانکشن جنراتور رو متصل میکنم. فرکانس عادی داره حالت اوم رو به من نشون میده. بس تو حالت آتو فرکانس رو نشون نمیده. یک بار دیگه روش میزنم. رو ولتاژ دی سی. رو ولتاژ ای سی. چیزی به من نشون نمیده. من از طریق فانکشن جنراتور بهش سیگنال وارد کردم. خازنم چیزی نمیبینیم. پس تو حالت آتو چند محدودیت وجود داره. حالا میخوام تست یک خازن SMD رو انجام بدم. 353 میکرو. حالا بریم خازن بعدی. خازن های اینجا. کمی محاسبش طول کشید. برم خازن بعدی. نوشته 12.29 میکرو. که البته ما میدونیم موقعی تست باید قطعات جدا بشن. یه تست دیود هم اینجا بگیریم. در حالت آتو هستم. این عدد درست نیست. داره سعی میکنه مقدار خازنی رو به دست بیاره. در اینجا میرم رو تست دیود. خب به سرعت عدد رو به ما میده. به خاطر همین موضوع من ترجیح میدم که از حالت دستی ابزار استفاده کنم. خب این ابزار چیز دیگه ای نداره. خب اینم بررسی مولتی متر قلمی برند ریلایف مدل DT01. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.